سلام خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب طبق قولی که داده بودیم، امروز دومین ویدیو آموزشی از مجموعه ویدیوهای آموزشی رایگان در کانال تلگرام من قرار میگیره در مورد تکنیک آرپژ و ما زوایای مختلفی رو بررسی میکنیم در این تکنیک و نحوه صحیح قرار دادن دست یا همون اکول یا استیل دست رو توضیح میدیم و یک سری تمرین هم میدیم. خب برای صحیح نواختن تکنیک آرپژ در گیتار فلامینکو، دست میتونه به این صورت بیاد و از روی ساعد بیفته روی گوشه گیتار، همین خطی که گیتار داره. ما نباید دستمون زیاد از حد بیاد جلو. شست با بغل گوشت دست و ناخون مشترکاً به این صورت اجرا میشه، به صورتی که به سیم پایینی تکیه داده بشه یا نحوه نواختن آپویاندو بهش میگن و نباید شست زیاد خم بشه که با نوک انگوش یا با ناخون فقط اجرا بشه و شست ما نباید داخل دست باشه، باید یه مقدار خارج باشه از ساختمان دست و ما به این صورت تمرین میکنیم که سیم 6 رو میزنیم، تکیه میکنیم به سیم 5 و نگه میداریم همینجا شست و بعد آی سیم 3، ام سیم 2 و ای سیم 1، دوباره ام سیم 2 و آی دوباره سیم 3 رو میزنه و برای این تمرین ما میتونیم آکورد می مینور رو بگیریم که بتونیم سه تا سیم باس بالایی رو تحت پوشش قرار بدیم در هنگام تمرینمون و به این صورت تمرین بکنیم. بهتره که مچ ما صاف باشه، نه اینکه مچ به خارج و داخل بخواد خم شدگی داشته باشه، این اشکال داره. همینطور که دیدید در سیم 4 بعد از تکیه کردن به سیم 3 انگوش رو بر میداریم و ادامه آرپژ رو انجام میدیم و این تمرین مناسبیه برای اینکه ما زوم کنیم روی استیل و اکول دست راست و بتونیم با این استیل صحیح اول آرپژ زدن یاد بگیریم، بعد میتونیم آرپژامون رو پیچیده تر بکنیم و من تمرینات دیگه رو در مراحل بعدی حتما برای آرپژ توی گیتار فلامینکو براتون خواهم گذاشت، فیلم میگیریم میذاریم و درس میدیم. برای اینکه تمرین بکنیدم آکورد می مینور آکورد مناسبیه، باز گفتم چون میتونیم سه تا سیم بالایی رو تحت پوشش داشته باشیم و به این صورت تمرین بکنیم. یه نکته ای که دوستان دیگه از من پرسیدن این که آیا همیشه باید شست آپویاندو بشه؟ فقط در جایی که ما نتونستیم شست رو آپویاندو بزنیم از به لحاظ پیچیدگی جمله میتونیم تیراندو بزنیم. البته آپویاندو زدن بهتر از تیراندو به خاطر اینکه صدایی که شست تولید میکنه بیشتر میشه، ولی خب هدف نهایی در سوناریته و لحن صدای صحیح در اجرای تکنیک ها بیان خوب اون تکنیکه که ما باید به اون بیان برسیم و تمام این نکاتی که خدمتون گفتم برای رسیدن به این هدفه که ما وقتی آرپژ میزنیم یک صدای مناسب و با ولوم خوب تولید بکنیم. امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار بگیره. ما به زودی ویدیوهای دیگه در مورد تکنیک‌های دیگه و روش‌های تمرینی رو خدمتون میذاریم روی کانالم و امیدوارم که استفاده کنید. روز خوبی داشته باشید.